بسم الله الرحمن الرحیم. ابي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه واله يتعوذ في كل يوم من ست خصال. هر روز پیغمبر اکرم از شش خصلت به خدای متعال پناه می برد. این معنای تقوا این از ها، مراقبت از خود، که هر روز انسان اون حفره ها و چاه ها و گودال هایی که سر راهش هست اینها رو بنشینه محاسبه کنه و به خود تلقین کنه مراقبت از اینها رو. پیغمبر با مقام عصمت در این حال اینقدر مراقب خود هست. همین مراقبت هاست که موجب اون عصمت هم میشه. این شش خصوصیتی که پیغمبر از اونها به خدا پناه میبرد هر روز اینهاست. من شک از جهل ناشی نمیشه همیشه که انسان در یک مبنایی درش روشن نباشه شک کنه. نه، گاهی مبنا هم روشنه برای انسان. شک و تردید نفسانی بسیاری از اوقات از وسوسه ناشی میشود، از واردات شیطانی نفس انسان که اون هم به نوبه خود معلول گرفتاری های ماست، ابتلاعات ماست به امور دنیا. این شک ایجاد میکنه. اول این. و شرک، از شرک پیغمبر به خدای متعال هر روز پناه میبرد. و شرک، خب شرک پیداست که اون شرک جلی که خب خیلی دور از ساحت ما هاست در مقابل یک بتی مثلا سجده کنی، این پیداست که شرک مراد شرک خفی است که انسان غیر خدا را به نحوی داخل کند در کاری که باید برای خدا انجام بگیره. شرک که من حیث لا یشعر وارد می شود. لذاست که انسان بایستی به طور دائم به خدای متعال پناه ببره از شرک. ول حمیه، همیه یعنی جانبداری بی منطق از یک کسی، از یک چیزی، از یک فکری، از یک راهی، از یک گروهی، از یک خطی، به قول امروز خط و خطوط، به طور بی منطق دفاع کنه، جانبداری کنه. این اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیه الجاهلیه، این از خصوصیات کفار بود در زمان پیغمبر که از یک چیزی، این چون خیشاوند ماست، این چون در قبیله ماست، این چون جزء رفقای ماست، این چون جزء مجموعه خط فکری ماست، هر غلطی کرد ما بایستی از او دفاع کنیم، سینه سپر کنیم و بیاییم. این چون همکار ماست توی اداره، زیر مجموعه ماست و از این قبیل حرفا، باید سینمون رو سفر کنیم، از او دفاع کنیم، ولو هیچ منطقی پشت سر این دفاع ما نباشه. این حمیت، این حمیت جانبداری، جانبداری گرم، همون حمایت و ماده حمایت و ریشه حمایت و اینها در این اشراب شده. محکم دفاع کنه از یک کسی بدون هیچ منطقی، اینم حمیت. ولغضب که اختیاری انسان نیست،
خشمگین شدن چون عقل را تحت تأثیر قرار میدهد غضب. انسان واقعا باید پناه ببرد. وقتی عصبانی شد خیلی از راه‌های فهم و بصیرت جلو انسان بسته می شود، نمی فهمه انسان چه کار می کنه. آدم مست اینجوریست. ول بقیه، بقیه یعنی دشمنی کردن علیه کسی، مجموعه چیزی، اونم بی دلیل از روی احساسات نفسانی انسان با کسی دشمنی کنه بی خودی، این بقیه. ول حسد، یکی هم حسد، از حسد هم باید پناه برده به خدا که مایه رنج خود و دیگران گفت حسود را چه کنم، خوز خود به رنج در است. شما به حسود هیچ بدی هم نکردید ها، هیچی، اما او از درون خود دچار رنجه. یک نعمتی رو در شما میبینه، یک فضیلتی رو، امتیازی رو در شما میبینه، در آتش میسوزه. شما هیچ بدی هم به او نکردید اما او با شما میشه بد بی دلیل. حسد خیلی چیز خطرناکی است. صفحه 329.